بخیر، خوش آمدین با من یا توی امشب. امیدوار هستم کسی که امشب در برنامه اشتراک کرده چانس همراهش یاری کنه و میلیونر برنامه شوه. و با انداختن این سکه در هوا اشتراک کننده امشب میتونه میلیونر شوه. فقط باید درست حدس بزنه، درست انتخاب کنه و چانس همراهش یاری کنه. و اگر چانس همراهش یاری کرد میلیونر امشب برنامه میشه. اشتراک کننده امشب ما از طریق 654 در برنامه اشتراک کرده. شما هم از همین راه میتونین در برنامه اشتراک کنین و 654 تماس بگیرین، دکمه 4 و تعقیبش 1 فشار بتین، اسمتان همراه نام ولایتتان و شماره تماستان بر ما بگذارین، همکار ما تماس میگیرن، شما را دعوت میکنن در برنامه. و مهمان امشب ما انجینیر علی محمد هست که از مزار شریف در برنامه اشتراک کرده با افتخارش. خوش آمدین انجینیر صاحب، خیلی خوشحال هستم از اینکه در برنامه تشریف آوردین، از راه خیلی دوری آمدین، حتما سوغاتی هم همراهتون آوردین، من میفهمم از دیار مولا علی تشریف آوردین، کامرا در اختیارتون است، میتونین صحبت هایتون داشته باشین. بنام خداوند بخشنده و مهربان، انجینیر علی محمد عطایی هستم، از شهر مزار شریف آمدیم به خاطر برنامه شما. بسیار خوب، و موترفروشی هم دارین؟ بله، کار شخصی موترفروشی است. خب، در مزار شریف موترفروشی بله، دارین؟ بله. چطور است بازار موتر؟ بله، بازار موتر خوب است دیگه، مثل سالهای گذشته نیست، چون یک نیفم رکود اقتصادی است چیست که در افغانستان آمده، در سر کل بازار را تاثیر کرده، سر مام رقم. بسیار خوب. انجینیر صاحب، و نگفتن انجینیر چی هستن؟ انجینیر کامپیوتر ساینس هستم. انجینیر صاحب، پس بیاین که از اصل موضوع که 1 میلیون افغانی هست دور نشیم. درست است. بریم به سراغ گپ هایی که در این مانیتور وجود داره، ای که چقدر پولا هست، چند سکه هست، حتما با اینا بلدیت دارین. بله، بله دارم. خیلی خوب، خیلی زود برتون یک مرور می داشته باشم از این پول هایی که هست. بیشترین پول ما 1 میلیون افغانی است، کمترین پول ما 0 هست و 20 سکه داریم. 20 سکه، این 20 سکه هست که در برنامه هست و اون مبالغی را که خودت دیدی پشت این سکه ها پنهان شده و هیچ کس نمیفهمه که پشت کدام سکه کدام پول هست. فقط خزانه‌دار برنامه ای را میفهمه که پشت کدام سکه کدام پول هست. این 20 سکه در 3 مرحله برای تقسیم شده. مرحله اول 8 سکه هست. 8 سکه مرحله اول. این 8 سکه مرحله اول است. در این بخش، در این مرحله خودت 4 انتخاب داری. 1-0 وجود دارد بین این 8 سکه و مبالغی که وجود داره. بیشترین پول 50,000 است در این مرحله، کمترین نام 100 افغانی هست. پس کوشش کن انتخاب های خوبی داشته باشی، با دقت انتخاب کنی تا بتونی که پول های خوبی را به دست بیاری و او پشت سر خزانه ات هست. بله بله. هر پولی که به دست میاری اگر من و تو هایتام درست باشه، این پول در خزانه ات میره. اگر پول داشته باشی میتونی مرحله بعدی راه پیدا کنی. اولین سکه را که انتخاب میکنی کدام سکه است؟ شماره 3 انتخاب میکنم. سکه شماره 3 پیش بیا. این سکه شماره 3، میرم سراغ من یا توید؟ من انتخاب بکنم به خاطر چهار ساعت هنوز دیگه انتخاب نکنین، بارین من سکه را بندازم بعد از او باز انتخاب کنم. درست است، درست است. 3 2 1 من یا تو؟ نه، من انتخاب میکنم، چی اول خود استاد هستم به خاطر هر چیز از خود شروع میکنم. خوب است، من انتخاب میکنیم. خب، من یا توی تا میبینیم انجینیر صاحب، بعد از باز سراغ سکه میریم. خوب است؟ درست است. خودت من انتخاب بله کردی؟ بله، من انتخاب کردیم. سکه بروی تو نشسته. خب، حالا میبینیم که سکه شماره 3 پشتش چه مقدار پولی هست که آیا دیگه نه دیگه از آن خودت نشد. فقط میبینیم بله. چه مقدار پول هست. پینجا هزار افغانی. خب، این هست شده از برنامه مطابق سکه ها. خب انجینیر صاحب، دقت کن تا مطابق سکه هایی که انتخاب میکنیم. چرا؟ 12. 12 پیش بیا. سکه شماره 12 از خودت شد، میریم سراغ منیاتو. 3 2 1 من انتخاب میکنم. باز من انتخاب میکنین؟ بله. هنوز من خود نگفتم.
خب باید بگوین دیگه. من میگم تو. من. من؟ من. بسیار خوب. من انتخاب کردین؟ بله. سکه دواسه را میبینیم؟ پنج هزار افغانی. انجینیر صاحب، شما سکه را که انتخاب کردین انتخاب دومتان بود، 5000 افغانی دیدیم با هم و حالا ببینیم که معنیاتوی شما درست است. شما من را انتخاب کردین و سکه بر روی تو نشسته. سر بچانس. خب 5000 افغانی حذف شده از برنامه. انتخاب دومتان حذف شد از برنامه. هنوز خزانه تان هیچ پول نداره. فقط دو انتخاب دیگه تان باقی مونده. انتخاب بعدی تان 11. سکه شماره 11 پیش بیا. خب من یا توی تان هم میبینیم. 3 2 1. من یا تو میخوایم از دوستم بپرسم، اجازه است؟ از دوستتان میخوایم بپرسن؟ بپرسن. از صمیم جان میپرسم. چی؟ تو؟ 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 بله. خب انجینیر صاحب، تو را انتخاب کردین؟ بله. و شماره سکه شماره 11 هم انتخاب شده خودتان هست. 11 را میبینیم که چه مبلغی داره؟ 25000 افغانی. پس پیالیش انتخاب شده. الان محمد خزانه‌دار برات یک پیشنهاد دارم. پیشنهاد خزانه‌دار برات خواهد گفتم اما بعد از وقت. به ادامه برنامه. هنوزم اینجوری هست با ما هست در ادامه برنامه. انتخابایی که داشته تا حالا خوب بوده اما نتانسته اون پولها را به دست بیاره. خب انتخابی که فعلا کردین 25 هست، سکه را که انتخاب کردین انتخاب سومتان بود. در مرحله اول 25000 افغانی پشت این سکه بود و هنوز معنیاتویتان باقی مانده، اما خزانه دار بر شما یک پیشنهاد قرار است که بده و او پیشنهادش این هست که منیاتور را دوباره از سر بندازیم. این را براتون نشان میدم. البته بر من نشان میدیم باز مندازیم؟ نه دوباره، یعنی از سر مندازیم. این یعنی قبول نیست از سر مندازیم. نه قبول نه، با هم سیسته. همین درست است؟ همین درست است. خوب فکر کن. فکر کردیم. خوب فکر. چرا که انتخاب دوستم از باز نمیخواییم. خب انتخاب دوستتان است. بله سلات ازیر من ندارم. دوستتان انتخاب کرد. بله انتخاب دوستم است. من انتخاب کرد دوستتان. تو را انتخاب کرد. تو را انتخاب کرد. خب پس میبینیم که سکه بروی من نشسته یا بروی تو. پیشنهاد بانکر را رد کردین. سکه بروی من نشسته. خب این پول هم حذف میشه و متوقعی یک انتخاب شما مانده. صفر هم هنوز هست. بله صفر هنوز هست و این خیلی جای نگرانی است. خیلی بسیار زیاد. هنوز هم خزانه هیچ پول نرفته بهش. خب آخرین انتخابت در این مرحله شماره 1. شماره 1 بله. پیش بیا. سکه شماره 1 از خودت شد و میریم سراغ منیاتو. 3 2 1. تو. تو؟ سکه شماره 1 و تو. خب امیدوار هستم که انتخابتون درست باشه. توکل به خدا. و یک پیشنهادم دارم. یک پشت سر ببریم اگر شما موافق باشین. خزانه دار ما میگه که یک پشت سر بره و بجای از این 18 پیش بیایه، یعنی با 18 تبدیلش کنیم. اگر غیر از یک دیگه شما را حرام میخوایی و
کشورت میتیم. هفته میخوای، چهارده را میخوای، بیست را میخوای یا هجده را میخوای، بجز یک. یک را برد نشان میتیم باز. خب با هفت تبدیلش میکنم. یک با هفت تبدیل شد. پیش بیا هفت. من تو را نشان میتیم برتون، شما تو را انتخاب کرده بودین؟ بله تو را. بله تو را انتخاب کردم. سکه بروی تو نشسته. حالا هفته دیگه باید بریم ببینیم که پشت این هفت چه پولی هست. درسته. ببینیم هفته. یک هزار افغانی. پول خوبی است. خب این هزار افغانی در خزانه میره و حالا خوشبختانه در مرحله دوم خودت راه یافتی. در مرحله دوم هفت سکه داریم و این هفت سکه سه صفر وجود داره در بینش. خودت سه انتخاب داری در این مرحله و درصد از این که امکان داشته باشه که یکی از اون سکه هایی را که انتخاب میکنی صفر باشه خیلی زیاد است، بخاطر از این که سه دانه صفر هست. پس کوشش کن انتخابای خوبی داشته باشیم. توکل به خدا. با افتخار علی محمد یک کف بزنه که مرحله دوم راه پیدا کرد. خب سکه که در این مرحله میخوای انتخاب کنی اولین سکه کدام است؟ 13. 13 پیش بیا. این سکه از خودت شد، میریم سراغ منیاتویت. 3 2 1. من یا تو؟ من. 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 خب با سکه شماره 13 انتخاب خودت. بله. من و اول منیاتور رو میبینیم که خودت من انتخاب کردی و سکه هم روی من باید باشه. باید داره دیگه، شک است. بایدی که با شک همراه هست. گپ زور است دیگه. حالا شما باید خود اجبار میشه، فشار میشه دیگه. خب باید بگیم که باز بیای خاطر از او. خب یعنی بگفته شما ای میای ها؟ خب اینه بگفته شما شما من انتخاب کرده بودین سکه بله. هم بروی من نشسته. خب بانکر پیشنهاد دارم 13 پشت سر برو. بجای 13 شماره 2. 2 برد پیشنهاد میکنه بانکر ما، میگه 13 رو بده بر من، ما برات 2 میتم. نیمم 13 خوش دارم باشه. چی؟ 13 باید باشه. 13 درست است. 13 میگه درست است بانکر. نمیخوام تبدیل کنم. شک کردین دیگه؟ نمیخوام، نیم 13. همون 13. خب بانکر پیشنهادت رد. رد شد. حالا همون سکه ره که بانکر گفتم میبینیم. میبینیم. که پیشنهادش چه قسم بوده. درست است. سکه شماره 2 خودت نشان بده بر ما. خب نشان بده 2. 200,000 افغانی. معنیاتویت هم درست بود. اگر قبول کرده بود این پیشنهاد قبول میکردی 200,000 از تو میشد. بله. خب 200,000 حذف شو. از خودت باشه خزانه داره دیگه. تبریک باشه. همون سکه خودتان پیش بیا 13. خب 13 همونجا باش. شما هم همینجا باشین علی محمد. و ما هم همینجا هستم. فقط شما برین دوباره بر میگردیم. کردین که تا حالا با ما هستین و ما را انتخاب کردین. برنامه تا حال خوب پیش رفته.
انجینیر سبلا محمد از مزار آمده با 1000 افغانی که در خزانهش داشت در مرحله دوم راه پیدا کرد و در مرحله دوم اولین انتخابی که داشتن سکه شماره 13 بود. بانکر برش پیشنهاد کرد، او را قبول نکرد و سکه را هم که بانکر گفته بود 200,000 افغانی پشتش بود و من یوتوشن هم درست بوده. ببینیم که پشت سکه شماره 13 چه مبلغی است، اگر پول خوبی باشه یا نباشه از شما هست. هر چی که بود صفر بود، پول بود از شما هست. بله. اگر پول بود خود خزانه تان میره نور الان نور، اگر نبود دیگه صفر. سکه شماره 13 خودت نشان بده. 150,000 افغانی. خزانه طبیبی الا محمد، 1,000,000 چند دانه صفر دارم؟ دوستای میگفت نه. نه خودتان بگوین دیگه، دوستایتون هم کار ندارم. شما نماینده دوستایتون اینجا هستین. خیر باز یک خواهد الا محمد نیستن. من گفتم الا محمد 1,000,000 چند دانه صفر داره؟ 6 تا. بله. بان که ببینیم 6 تا نداره. ها 1,000,000 6 تا صفر داره. خب بس کاش که ورسون سعی میکردم. خب حالا 1,000,000 چه قسم میبری باز مزار؟ ولی موترم دالش بسیار کلان است. مشکلات امنیتی باز چطور میشن؟ باز یک رقم بوسنوینین هم است از طریق هم میشه. خب و اگر که چی شد موترم هم هست میبریمش دیگه باز. خب با موتر میبرین؟ بله. یا از تکنولوژی استفاده میکنین؟ توسط تکنولوژی انتقالش میدین؟ اوتون میشه. خب انشالله پول برنده شمین ببرین و همو میدان کرکتی که گفتین. بله بله بله. او را درست کنین. بله. خب حذف شو. خدافزت سکه شماره 13 که 150,000 بود و پولش رفته در خزانه. خودت دیگه برو. مطابق سکه هایی که مونده انتخاب بعدیت انتخاب دومت که در این مرحله خودت 3 انتخاب داری. یک انتخابت کردی، حالا انتخاب دومت. شماره 9. شماره 9 پیش بیا. سراغ منیاتوی تا میریم. 3, 2, 1. من یا تو؟ من. بله من. خب الان محمد انجینیر کمپیوتر. یعنی چه کارهای مربوط خودت میشه الان محمد؟ مربوط ما کارهای میشه، کارهایی که در بانک، کارهای بانکی مربوط ما میشه. بانکی. بله آه. برنامه سازی مربوط ما میشه، نتورک هم مربوط ما میشه. خب بله. بخش آیتی چطور؟ آیتی مربوط ما میشه، باز ما خودم دفاع دیپلومم در نتورک است. در نتورک بله است. بله بخش من نتورک است. درستان تمام شده؟ تمام شده بله، فارغ هستم. خیلی خوب. و هیچ دیگه؟ هیچ. میریم معنی تو را میبینیم. من. شما من را انتخاب کردم. سکم بروی من. خب سکه شماره 9 بازم چی؟ پیشنهاد. 9 پشت سر برو. خب 4 تا سکه دیگه هست، میگه 4 برات میدم. نه نمیکنم قبول. نمیکنه قبول. فکر کو الان محمد. نه قبول نمیکنم. نو پاس پیش بیا. قبول نکرد دیگه. تصمیم به دست خودت. نکردم قبول نه. خب نورا نشان بدین. که پولش مال خودت. پیشنهاد بانکر قبول نکردی، خزانت صفر شد. صفر شود دیگه خزانه. خزانه صفر شد؟ بله. اما هنوزم یک چراغ مونده. او چراغ در این بیبرقی ها خودت هم میتونه انتقال بده بر راه مرحله سوم. و با این انتخابت اگر پول باشه میتونی به مرحله بعدی راه پیدا کنی، اگر پول نباشه
امکان نداره که راه پیدا کنی. خب هست شو سکه؟ چهار سکه مانده؟ یک سکه دیگر انتخاب کن. چهار انتخاب میکنم. سکه چهار پیش بیا. ای همون سکه که بود خزانه دار گفته بود که یا برد همون رو بیتا یکی بیدیم چی کده برای ما تو دو چالاک هستی. خب علا محمد چهار انتخاب کرد، طرف من یا تو میریم که از قافله پس نمانیم. سه دو یک. من یا تو؟ من من. خب پیشنهاد چهار پشت سر برو. میگه پنجه برات میتم، خزانه دار میگه، منم میگم چی کنم دوستا؟ چند نفر میخوای که تبدیل کنم؟ من چهار سایز برو. خزانه دار عزیز، پیشنهادت بر خودت باشه، سکه تا مال خودت باشه، علا محمد منصرف نمیشه، چهار پیش بیا. من توی تو نشان میتم، شما من انتخاب کرده بله. بودین، سکه هم بر روی من نشسته. خب چهارا میبینیم. علا محمد از مزار آمده بودی؟ بله. خیلی دوست داشتم پول ببری با خودت. خود چند سیاری نکرد و بانیات خوبی که داشتی. شکر میکنم. دوست داشتم که میدان کرکت بسازی، اما پیشنهادهایی که شد برات انتخاب کردی و نکردی، اما چانس همراهت امشب یاری نکرد. بله. امیدوار هستم که در سایر روزهای زندگیت چانس همراهت باشه. تشکر میکنم. بتونی به آرزوهایی که داری برسی، به اهدافت برسی. سلام مه و تمام همکارای مه و تمام مردم کابله و تمام هموطنهای ما که در دیار مولا علی هست برسان. حتما بچشم، چرا نه. خیلی خوشحال شدم که در برنامه اشتراک کردیم. زنده باشین. تشکر میکنم از شما. خیلی خوش شدم از حضور در برنامه. تشکر میکنم. بخیر باشین. خب راهی که شما را همراه ما وصل میکنه کد سر رقمی هست که میتونین با او با تماس شوین. 654 دکمه 4 فشار بتین و تقریبش دکمه 1 فشار بتین. نامتان، نام ولایتتان، شماره تماستان را بر ما بفرستین. همراه شما تماس میگیریم، در برنامه دعوتتان میکنیم تا میلیونر شوین. خدا حافظ.